با پایان جلسه شب گذشته به عنوان جلسه دهم از سلسله جلسه های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع، حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شبهای رمضان عظیم 1443 هجری قمری میتوان گفت که یک سوم این جلسات پایان یافته است. بدون شک این سلسله جلسه های علمی نقش مهم و کاربردی در افزایش علم و اطلاعات دینی و فقهی حاضرین در این جلسه هم از علما، فقها، فضلا، طلاب و عموم مقلدین و علاقمندان به مرجعیت شیعه و نیز آن دسته از افرادی که این جلسات علمی را هر شب از طریق پخش مستقیم در شبکه امام حسین علیه السلام یا دیگر شبکه ها و رسانه های پوشش دهنده این جلسه علمی دنبال می کنند داشته است. در ابتدای جلسه شب گذشته سؤالی مبتلا به پرسیده شد: اگر خانواده ها نتوانند جهیزیه را قبل از عروسی یک جا تهیه کنند، بلکه طی چند سال آن را تهیه کنند یا پول آن را به مرور پس انداز کنند، آیا خمس دارد؟ آیت الله العظمی شیرازی در پاسخ فرمودند: جهیزیه خصوصیت نداره. این دختری که الان هنوز فرض کنید چند سالش بیشتر نیست، 3 سال دیگه، 4 سال دیگه، 10 سال دیگه شاید ازدواج کنه. وقت ازدواج نیاز به این وسائل داره. وقت از حالا هم پول این جهیزیه رو کنار بذاره، این معونه امسال نیست، خمس داره. هم خود اعیان جهیزیه، یعنی یخچال بخره کنار بذاره، نمیدونم فرش بخره کنار بذاره که این 2 سال دیگه، 3 سال دیگه یا حتی سال دیگه میخواست ازدواج کنه نیاز داره. این خصوصیت نداره. بله، من عرض کردم با 2 شرط میشه عرفن داخل معونش کرد، یعنی معونه بگیرد، نه اینکه ما بی جهت داخل کنیم. یکی این که در جایی باشه که متعارف باشه که جهیزیه رو خورده خورده جمع میکنن. ما تا تو عراق بودیم، تو عراق یه همچین مثلا اصلا نبود، نمیشنیدیم. تو ایران متعارفه، بله، که جهیزیه رو خورده خورده جمع میکنن. یک شرط. شرط دیگه این که این کسی باشه، این پدر این دختر یا کساش یا خود دختر، کسایی باشن که وقتی که خواست ازدواج کنه جهیزیه قدر شأنش را نمیتونه یهو تهیه کنه، یعنی پولدار نیست یا فقیره یا متوسطه، که اگر خرد خرده جمع نکنه نمیتونه اون وقت یک جا تهیه کنه. با این 2 قید من عرض کردم اون مقدار متعارف از جهیزیه که خورده خورده جمع میکنن این خمس نداره. مسئله خون شخصی تو خونه اجاره نشسته 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله، پول میخواد جمع کنه، یه خونه بخره یا یه خونه بنایی کنه، در عرض چند سال بنایی میکنه خورده خورده این خونه را و تا مالک خونه بشه، دیگه مستغنی از اجاره بشه. این سالهایی که خورده خورده داره بنایی میکنه اینو خمس داره، چون معونه یعنی مصرف اون سال نیست تا از سود اون سال مصرفش کنه. مصرف معونه یعنی مصرف، مصرف سال چند سال دیگه است. اون سالی که تو این خونه خواهد نشست، خرجایی که اون سال از اول سال میکنه اونا خمس نداره. اما مال سالهای قبل، اگر یه خونه در عرض 5 سال درست کرد، خونه‌ای که در شأنشه ها، این 4 سال اول اینا خمس داره، چون اطلاقات و عمومات خمس میگیرتش. عرفنم معونه اون سال نیست، حتی اگر نتوانه 1 سال خونه بخره. بله، بعضی گفت یعنی بعضی
سوال کنن، گفتن خواهیم هیچ وقت مالک خونه میشه. چرا؟ یکی یه سال دو سال دیرتر مالک میشه، نه اینکه هیچ وقت مالک نمیشه. خلاصه این عذر نیست، ما هستیم و اطلاقات خمس و استثنای معونه، معونه فعلیه با قید سنه، یعنی معونه اون سال. سوالی دیگر از بزرگ مرجع جهان تشیع این گونه مطرح شد: شخص مسلمانی در یکی از کشورهای غربی زندگی می کند که اگر به نامحرم دست ندهد بسیار بد است و دست ندادن برای شخص عسر و حرج دارد، وظیفه او چیست؟ که معظم الله پاسخ آن را دادند. از دیگر سوالهای مطرح شده در شب گذشته می توان به این موارد اشاره کرد: مهاجرت اختیاری به کشوری که نمیتوان احکام اسلام را در آن کشور به دلیل به عسر و حرج افتادن مراعات کرد، حکم خودکشی برای رهایی از مرگی سخت‌تر همچون آتش سوزی و منشأ اختلاف در تحدید 8 فرسخ به کیلومتر و چندین سوال دیگر از ابواب مختلف فقهی مطرح شد که آیت الله العظما شیرازی با احاطه و تسلطی بی‌نظیر در پخش زنده به یکایک سوالها پاسخ دادند که علاقمندان می توانند جلسه علمی شب گذشته را به صورت کامل در صفحه رسمی دفتر آیت الله العظما شیرازی و صفحه رسمی شبکه امام حسین علیه السلام در یوتیوب مشاهده کنند. لازم به ذکر است که جلسات علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامن ظله هر شب رأس ساعت 23:30 در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود و به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام پخش می شود.